و نکته دیگر این است که کشوری که در چنین شرایط به دنیایی است که ما الان می‌بینیم، کشوری که دنیا این چنین الان باید گفت دیوانه است، این امریکا، این جنایات، این حمله‌های موشکی که مرتب هست و امروز هم بوده بر سوریه، و اون اسلحه‌ها و سلاح‌های شیمیایی که در اختیار تروریست‌ها می‌گذارن، در سوریه می‌گذارن، ارتش سوریه به تروریست‌ها حمله می‌کنه، بعد این حمله اصابت میکنه به همون بساطه که خود اونها دست تروریست ها دادن شیمیایی، اینا صداشون بلند میشه، سازمان ملل صداش بلند میشه، این برمه همه داد میزنن، فریادشون میگن که شیمیایی زد سوریه. چقدر آدم پر رو، چقدر دروغ گو، چه دنیای دیوانه ایست واقعا، به ایست مقابل دنیا اینقدر دروغ بگه. شما خودتون مواد شیمیایی دادید، شیمیایی شما به تروریستا دادید، تروریستا شما زدید در همه این دنیا، این همه جنایات، اون امریکا، اون اسرائیل، اون کمک هایی که منطقه به اسرائیل میکنه، مثل سعودی، عمال خبیث و حاکمان خبیث سعودی نسبت به یمن، این همه جنایات، این همه مفاسد. دنیا یک چنین دنیایی است. خدایا اون عصری که ظهور امام عصر است که حیات واقعی است، خدایا اون عصر را برسان. یک نکته هم عرض کنم در انتخابات، و اون این است که کشوری که با این عزت، با این فناوری و علمیست و این استقلال و این آبرویی که به حمدالله در دنیا داره، و دشمن دنبال این است که نقطه ضعف پیدا کنه، این راستی، این نکته ای که رهبر معظم انقلاب دامظله در انتخابات فرمودن که همه حضور پیدا کنن، انسجام، وحدت ملی تمام در پای صندوق ها، این خدمت به همین اسلام و خدمت به همین ملت و خدمت به این تاریخ است. امیدوارم که ملت روشن و بیدار ما انشاءالله روز انتخابات حضور همگانی و وحدت ملی رو انشاءالله در پای صندوق ها به وجود بیاورد. نکته کوتاه، یک این که فصل نامنویسی طلاب است در کشور، به این جهت توجه بشه، طلاب عزیز ما، جوانان عزیز ما، از این که درس بخوانن در حوزه ها و شایسته بشن انشاءالله برای تبیین اسلام، انشاءالله به این معنا اهتمام ببرزن. نکته دوم هم مسئله بنیاد مسکن است که توضیح دادن، که انشاءالله اون چه باید و شاید که آدم بتونه انجام بده، انشاءالله انجام بده.